بچه کم مشکل، بچه قدر بدبختی، بیچارگی، اولاد را به ایسال سویه رسانده. گفته کن تو با امید ازی که یک روز بازوی ماشه و یک روز دست ماده بگیره. امی میگو پدر میگو فینیم زمستان، میگو فینیم زمستان جمجارم از میگو. اگه میگو فینیم فارغ شام، میگو پدر رای نزن، من بازوی میشم. اولاد خدا به این امید رایی میکنیم که بازوی ماشه و از سون مردش دست ما میاید. دخترم نبودیم که میفهمید که خور خوندیم بود، بیادر خوندیم بود، مادرم بود، پدرم بود، کل چیزم بود. بکی ببینیم، بچی ببینیم. من خودم همون روز در برنامه بودم، کاش که میخواستمش پیش خود زنگ میزنم بشه. در این دلم هم کاش که زنگ دیم بیا بچه کجاستی، من اینه میشه هستم. پس من گفتم بان که درست از خاطر این درست در نیمیال روز هستید که گفتم سرنوشتشان به سرنوشت ما سرده چهار نشه. بان که اولاد ما در یک جایی برسه با خیالات بالایش، با امیدهای بالایش رفت از دنیا، رفت کل امید حواس خدا از بین برد، کلش رفت. به نام خدا و به یاد شهدا. بینندگان ناظرین سلام، امیدوار هستم که در هر جای دنیا هستین جور صحتمند باشین. کریم اسیر هستم در یک برنامه در خدمت شما و آمدیم در منطقه چلستون، در جایی که همین لحظه در تصویر میبینین، خانه هموطنی که دختر جوان خود در حادثه پوهنتون کابل 3 روز پیش از دست داد. آمدیم تا با اونا عرض تسلیت کنیم و دلجویی کنیم و از طرف خواهر ما نیلاب از استرالیا مبلغ 9550 افغانی، فضل احمد 8460 افغانی و برادر ما هدایت از جرمنی 7490 افغانی را که در مجموع 25500 افغانی میشه حداقل بتانیم با اونا کمک کنیم. من مطمئن هستم که تا حال خانواده های شهدا را حکومت و یا نهادهای مورد کمک قرار نداده و خواستیم تا در امی شرایط بیایم و از طرف هموطنهای ما دست از اینا را بگیریم. میخوایم برم به خانه مریم، مریمی که اداره و پلیسی را میخوان و در حادثه روز دوشنبه جام شهادت نوشید. پس با ما باشید. دوباره بر شما سلام. ما همراه پدر مریم جان هستیم، دختر خانومی که در حادثه روز دوشنبه، در حادثه غم انگیزی که در پوهنتون کابل رخ داد و در اونجا جان شیرین خود از دست داد، آمدیم تا به همکاری هموطنای ما نیلاب جان از استرالیا، فضل احمد و هدایت جان از جرمنی کمک را در حداقل در خدمت از این خانواده قرار بدیم تا او میفهمم که کمک هیچ دردی را دوا نمیکنه، چرا که داغ اولاد چیز دیگه است. ولی در امت و شرایط پیش از این که کسی دیگه بر از اینا کمک کرده باشه یا از طرف دولت کمک صورت گرفته باشه، همین هموطنان هستند که دست خیر دارن و کمکشان را بر خانواده های شهدا میرسانند. ما بر پدر مریم جان سلام میکنم و یک بار دیگه تسلیت میگم. الله متعال بدون شک اونا شهید هستند و بهشت برین جایشان است. بازم غم آخرتان باشه. میخوایم که در مورد زندگیتان، در مورد خودتان، در مورد اینکه چی کار میکنین و در مورد مریم جان برای ما بگوین و بیننده هم یکمی شناخت پیدا کنن. خودم که هستم فعلاً در بسته ترون در ترون سپورت تلویزیون طول وظیفه دارم. دخترکم که هست مریم جان، خدا ببخشش مریم جان، چیشه بگویم؟ از کدام صنفش بگویم، از چیش بگویم؟ از اصلا اول، از این صنف اول که اینمی اول نمره بود، دوم نمره بود، به خاطر تب تلاشه که باش بازو با من شد صنف در که کس باسانی خودش در کامیاب نمیشه صنف صد صنف در سوی هم دیان دار. گفتم بچه این مال چیز رد داری که خود سر خود قفشار میری؟ گفت باش پدر کم یک سال پیشتر من فارغ شم، که زودتر فارغ شم که ما بیایم، که تو بازو بودم که تو تنهاستی در یک ماه شد. تو که میدونی که ما را اماره معیشت درست کنی یا یک کورس صحیح مدرس بخونیم که در یک جایی برسیم. بازوی چم بسیار امیدا و وسا داشت، صنف در سویه امتحان داد کامیاب شد. با وجود که صنف در امتحان داد سویه کامیاب شد،
بازم فراغت صنف 12 شام مواز اول نمرگی بود، اول نمره صنف خود شد. بعد از اون رفت در قیصر امین، گفته مردم از نانه او خود زدم برش، گفتم باش که اولادم به یک جایی برسه. قیصر امین شاملش کردم، رفت اوجه آمادگی رخان، از آمادگی کامیاب چی شد، اداره و پولیسی شد. یعنی سه سال در پوهنتون خانه نیست، سمستر رفتمش بود. میگه پدر این دو ماه رو بخوانم سمستر رفتم خلاص میشنیم، کل جنجالت میگه رای نظر میبینیم، کل جنجالت میبینیم، این بار که زمستان که بار شویم همین ماه جوزا ما فارغ میشم دیگه، تشویش نکن تو رازی بدبختی سرگردانی خلاص میکنم دیگه. از چیش بگویم، دختر بود که گفته اگه تو نماز صبح ما قضا میشد، از اون نمیشد. از این دختر هست زمان ایت نبود، با ایجاب دختر مسلمان با خدا قسم باور کن که در دروغ نمیگم، به این نمیگم که اولادم بود. ایت روز بود که صحبکی که میره با خدا پس میامد وزوی صبح نماز پیشین رو خودم میخوان، میگه باش که میگه پدر این دنیا تبار نداره، این مملکت تبار نداره، فقط مرگ خدا میفهمید. چیزایی با ما خونه میگفت میفهمید که میگه پدر تو پدرکم توان نداره بیچاره، برای خور بیدر خود که اگران چیزا حالا قصه میکنن که نتو میگفت بگی بیاین همی چیز موبایل مرا میگفت، همی کود نمبر موبایل مرا یاد بگیرین، مرگ از مردان از یک روز من میمورم، آدم میمورم همی کود نمبر موبایل مرا یاد داشته باشه. دیگه از نگاهی چیش برات بگویم که بیدر همی تا اون روز همی آه نگفت که پدر اینمو تراز، اگر در محمدگی رفت خان یک روز نگفت پدر که من نمی کالای من روز پوشیدیم یا چادر من نمی تراز، یا من بدر از این مود فیشن یک روز نگفت که دگاه تو میکنه. دیگه از کجایش بگویم بدر، از چی بگویم، از او بالاتر چی بگویم. مریم جان اولاد چندم تان بود پدر؟ دختره که کلانم بود. دخترم نبود، بیادرکم بود، بچه که کلانم بود، مادرکم بود، همرازم بود، رفیقم بود، کل چیزم بود. ما بر از او پدر نبودم بود با ما پدر بود، ما بر از او مادر نبودم بود با ما مادر بود. او رای نمی سنجید که من از این بدبختی برای من، تو رای سنجید نمی تانستم که من این دخترم از این بدبختی بکشم. یکنه او را با کار چی خرست، بده دیگه چی خرست، رفت وظیفه گرفت در جایی که نصف روز پوهنتون میخوان. میگه باش پدر خیر، همی یا کم یا زیاد همه قدرم غلیمت است، همه مصرف خودم هم که برای همی هم غلیمت است که همی بارم با هم سر تو نفته. به بسیار مشکلات پوهنتون خود میخوان، به وظیفه خود میرسان خود که باش پدرکم بارم سر پدرم نمانه و تا اون روز هیچ بار خود سر ما نمان، کل چیز خود از خود بوده میکرد، مگر هم از رای نامشروع نه از رای مشروع که بگویم. همیشه با ایجاب بود، هیچ فکر نمیکردی که از یه دختر از یه عصر زمان است، هیچ باورت نمیمد که از یه دختر از یه عصر زمان باشه. باور کن که ما سریال سعی میکردم، او سعی نمیکرد میشیشون نمیشه یا قرآن شریف میخوانی یا بدن میدیدن نماز بود یاد اینمی به حساب وظیفهش کارش بود. دیگه در بارش من هرچی قصه کنم، هرچی بگویم کم است، هرچی که بگویم کم است. در ارتباط با حادثه چگونه خودتان خبر شدین و چه قسم بر شما اطلاع رسید که مریم جان هم شامل کسایی است که در این جنگ قربانی شد؟ ما خب بدر خودم در موجه وظیفه داشتم، وظیفه از طریق وظیفه دم خود پوهنتون داخل پوهنتون بودیم، خودتان عملا در موجه بودیم، دم چی بودیم که چیز ایرانی ها کدام کتاب تجلیل میکردن چی میکردن، من اصلا نمیشه خودم موجه بودم. درست. تقریبا ما دو نیم بود یا بیسکم یازده بود که رسیدیم اونم یک 15-20 دقیقه را متر نکرده بودم که یک فایر ترک پرکیز یک گرمبس صدا کرد، دیدم که مصرین از اموز چیز کسایی که بود دویده کده آمدن، از اینجا آمدن. بعد از اون اینجا دیگه ماندم، دیدم که بدر یه چستاب مال نمیشد، هرچی زنگ زن میرفتم تلفونی زنگ تیر میکست نمیورداشت. بعد از اون وظیفه او کامرامین ما رفت میرفت طرف چیز، موتر رو گرفتم دادم گفتم برو خیلی موتر رو گرفته برو که دختر ما در اینجا است که من ببینم چی میشه. اون اونجا تا شام ها ماندم، این نمیفهمیدم که مرده است زنده است. بعد از اون شام شد دیگه شد میگن که بدر دیجا نه یک نفر نمورده، یک 19 نفر مورده، ده تای زن هست، ده تای دختر طبقی و ناس هست، نو تاش مرد بچه هست. در حال که در یک صنف خود از امیام هچم که
رامی گوسپان واره گفتم فیش قصه کرد گفت رامی گوسپان واره گفت نقطه بودش گفت همین وقت گفت مریم گفتم ام کدام اکسن فیش ما چرا کمو زنده مانده گفتم اش بیایی که برایم گفت نه نبرایی که از بیرو در بیرو باشی ازی که ازی همتن گفت بوجه گفت یک کدام به شرف به وجان گفت در سر درق بلاش گفت از همونچه که زربه کرد گفت مرمی گفت همی دیدم که دیمی سرش خورد گفت همون تو کلکش دور خورد گفت افتاد همونجه کتابکاش در بغلش خون و خون پر همی هر دسکولکش همی بین درون دسکولش کرده کتاباش کرده خونی هکی دیگه این بیوجدان ها نیموندن که داخل داره واره داخل میمونی که مردم اولاد و مردم ها بکشه وقتی که از ما اولادم دوش است مره نیمونی یکی میگفت در 400 بستر هست یکی میگفت بیادر یکی میگفت در ابن سینا هست یکی میگفت بیادر در اکسون هست کل شفاخانه رو سلیم سرگردان گشتیم دیگه یه جای نمون آخرین بارش در رفتیم در 400 بستر که رفتیم بیادر کمون ساعت امبولانس ها آمد اون نفر گفت چی که پس از شما چی هست ما گفتم بیادر از ما اینو تیزا بود آمد خدا یک روش آواز کرد چند تا گفت بیا تو بیا نیا نیست که روش آواز کرد که دیدم دخترکم دستکشم تو مانده از سرکش خون پایین شده خدا دادم ما کشیدم دیگه نفهمیدم که چی کردم چی نکردم حالا مردیم در بین امبولانس مانده سه سادتان در روزه تلاشی میکنن گفتم از برای خدا این چه قسم پاچه ایست مردیم که قسم تلاشی میکنین خیلی مردم از کجا میاد اولاد من رو میزنن چی چلی بلیش میکشه در بدر میکنه شما مردیم رو یک قسم تلاشی میکنه خیلی ها کی از هوا پایین میکنه یا از هوا پایین میشه بال داره چه قسم میاد دیگه خیلی زیاد چی بگویم دیگه هر چی بگویم از این دولت که من هیچ خواستم ندارم به خاطر اینکه دولت تا امروز کدام خواست کدام مردم رو پورا کرد که خواست ما رو پورا کنه دولت که امنیت خود گرفتن است نه که خطوات خودش به چی رقم با صدها نفر درو شد جوانای ما شهید شد اردی ملی خوار بیادر ما خوار بیادر نداره و مزای فامیل ماست از خود که نگاه نمیتونه ما از دولت چی بخوایم که دولت بیادر اولاد ما رو نگاه کنه میتونه نگاه کنه متاسفانه این روایتی که از زبان خود وابسته های قربانی ها شنیده میشه تا ای که روایتی که در رسانه ها گفته میشه زمین تا آسمان فرق میکنه وقتی که گفته میشه که شما رو قربانی ها 20 نفر است ولی چیزی که شاهدای عینی کسایی که از عمیق از خود جنگ باقی مانده اونا چیز دیگه روایت میکنن و واقعا یک حادثه غمگین یک حادثه وحشتناکی بوده که صورت گرفته الله متعال تمام شهدای ایزی قربانی ها را بهشت برین نصیب کنه و بر زخمی ها هم شفای عاجل پدر جان ببخشی اگر ما گستاخی کرده باشم و خدا حرفی زده باشم که تشکر میکنم از هر ارگان کسی بخش ارگان تانو مشخص نیفهم تشکر ازی که بازم از دولت کرده شما خانه تان آباد که بازم اینا مخدر آمدین خبرگیرایی کردین یک یاد ما کردین اگر چی دیگه پا دولت ما پس دستم نمه اما بازم از دولت که در خانه تا نباد که شما خون بین یک بازرسی میکنین یک پرسان میکنین تشکری میکنم از بخشتان از ارگانتان این کار دولت از که اولین کار باید از دولت میکنم دیگه بخش از بخش ارگان خود تشکری میکنم که قدمه بسیار هم کاری کردم پدر جان نازنین ای یک مبلغ ناچیزی است که از طرف زمین هموطنایم کسی 9550 افغانی و کسی 8460 افغانی و هدایت جان هم 7490 افغانی در مجموع 25500 افغانی ما جمع آوری کردیم که امیر در خدمت شما قرار میتم یکی دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده و ما امروز صرف به خاطر ادای احترام و تسلیت به شما آمدیم سلامت زنده باشه خدا و یک محبت هموطناست که در امت و یک شرایط که دست یک هموطن ما را میگیرن الله متعال اجر برشان نصیب کنه و خداوند متعال باز هم بره زخمی های زیرویداد شفای عاجل نصیب کنه و برای شهدا بهشت برین و دعا میکنیم پروردگار متعال خیر نصیب کنه کسایی را که در شرایط سخت وطندارای ما که دست یک وطندار میگیره الله متعال یک در دنیا و صد در آخرت برشان نصیب کنه شاید روزی باشیم که همچی یک حادثه دیگه هیچ وقت تکرار نشه هیچ وقت ما شاید از این نباشیم که جوانای ما را از دست میتیم کسایی که در راه علم و دانش رفته بودن تحصیل کرده بودن و میخواستن که برای وطن خود خدمت کنن در ایران
جام شهادت نوشیدن. الله متعال بهشت برین نصیبشان کنه، برای بازمانده هایشان، برای پدر نازنینشان، برای برادر خواهرشان و برای مادرشان الله متعال صبر جمیل نصیب کنه. پروردگار متعال صلح و آرامی رو در وطن ما بیاره که از این بدبختی و پریشانی ما و شما رهایی پیدا کنیم. الله آمین. تشکر کنم. اگر اجازه تون باشم بازم داخل از این هموطنان ما تشکر میکنم. خانهشان آباد، خدا در خوشیهشان بگردانه، خدای غم را که ما را نشان داده، خدا من هیچ منون مسلمان نشام نده. از این که در فکر هموطنهای خود هستن که هنوز هم میفهمند که با هموطنهایشان در این بیچارگی و بدبختی و پریشانی است، باز هم ازشان یک جان تشکر میکنم. خداوند این داغ درد نشامشان نده و از شما هم تشکر میکنم که تا اینجا قلم رنجا کردین، زحمت کشیدین. یک جان تشکر. بخیر سلامت باشین. انشاءالله و رحمان در خدمت هستیم. شما را تماس ما پیشتان است، هر چیزی که در توان ما باشه ما هم شما دریغ نمیکنیم. خیر سلامت باشین. خیر ببینیم. وطنداران نازنین، سپاسگزار هستم از شما که در پای صحبت های ما نشستین. انشاءالله و رحمان به کمک هموطنان ما که برای خانواده های شهدا کمک کردند، انشاءالله و رحمان به پیش دیگه خانواده های شهدا هم رفته، کمک هاشون در اختیارشون قرار میدیم. حداقل این کمک ها باعث زمین میشه که یک مراسمی که اگر هست، به خاطر ما و شما همه، ما اقتصاد ما در وطن خیلی خراب است، همین حداقل یک دستپیشی میشه همراه زی وطندارای ما. در اصل ما به خاطر ادای احترام و تسلیت پیششان خاطر رفتیم. سپاسگزار هستم. تشکر که این برنامه تا آخرش تماشا کردید. خدا نگهدار.